سلام. پارادوکس روند صلح افغانستان، فاز دوم گفتگو و تنور داغ جنگ. وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از صعود مذاکرات به فاز دوم تاکید میکند که اگر خشونت ها در افغانستان کاهش نیابد، گفتگوهای دوحه نتیجه بخش نخواهد بود. آیا آتش‌بس پاشنه آشیل گروه طالبان است؟ در کمال خوشبینی، مشاور شورای امنیت ملی کشور به این باور است که توافق صلح با طالبان زمینه سرکوب گروه داعش را در افغانستان مهیا می سازد. در این برنامه بسخوی صلح به این مهم خواهیم پرداخت، این که ورود به پریود دوم مذاکرات مولود چه سرنوشت برای صلح افغانستان خواهد بود. وقت شما بخیر. من منصور قریشی هستم، میزبان این برنامه. این موضوعات را بیشتر به جرگه بحث میگیرم با مهمانان برنامه. هر یک جناب آقای فضل رحمان اوریا، آگاه مسائل سیاسی، آقای محمد امیری، معاون مرکز رسانه های حکومت، جناب آقای ذبیح الله عتیق، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدین. آقای عتیق، اجازه بفرمایید به عنوان اولین فرد پاسخگو پرسش نخست را با شما در جریان بگذارم. آقای صالح، به این باور است که آتش بس مرگ سیاسی گروه طالبان است، آیا چنین است؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و به نستعین. سلام حضور شما، حضور همکاران عزیزم در بس، سلام حضور هموطنان عزیز و با امید آمدن صلح در کشور عزیز ما افغانستان. خب، آنچه را که یک واقعیت مسلم است و قابل انکار نیست هست که طالبان جنگ را به عنوان بزرگترین ابزار در سنگرهای داغ افغانستان پیش روی خود دارند و خودی از اونا هم به این باور هستند و معتقد به این هستند که هر لحظه جنگ را کنار بگذارند بالاخره شکستشان آغاز میشه و به می خاطر هست تا به می لحظه هم هیچ اعتنایی در ارتباط به مسائل آتش بس یا کم کردن خشونت ها که یکی از تعهداتشان با ایالات متحده آمریکا در توافق دوحه بود، هیچ نوع اعتنایی نکردن و همه مردم افغانستان میدانند که گروه طالبان تا به امروز در افغانستان در آبادی افغانستان جزئی ترین سهمی نداشتند، اما در ویرانی افغانستان سهمی بسیار بسزایی گرفتند. اگر مکتبی هم ساخته شد، از آدرسی از اینا به آتش کشیده شد، پول و پولچکی هم اگر در این کشور ساخته شد، از آدرسی از اینا منفجر شد، و تعمیر دولتی هم که اگر ولسوالی بود، حتی بر مراکز تعلیمی هم اینا رحم نکردند و در ولایت زابل در یکی از ولسوالی هاش ما شاهد بودیم که مرکز بسیار زیبایی برای دارالمعلمین ساخته شده بود، او را هم اینا ویران ساختن و با آتش کشیدن. خلاصه نه مکتب در امن ماند، نه مرکز کورس آموزشی در امن ماند، حتی نه مسجد در امن ماند. اینا رو شما منتسب به گروه طالبان میدانید؟ خب همه هر روزی که قضیه اتفاق میفته و اونا رسما خودشان بدوش میگیرن که کار ما کردیم. یک کسی که عملا قضیه و یک اتفاق در این کشور ما اتفاق میفته و خودی از اونا هم مسئولیت بدوش میگیرن که کار ما کردیم قابل انکار نیست. و واقعیت مسلم هست که اگر این قابل انکار می بود، طالبا وقتی که 6000 زندانیشان از طرف حکومت افغانستان در هر معامله ای که بود راها می شود، اینا جزئی ترین اعتنایی برای مردم افغانستان نمی کنند. شما می بینید توافق میان اینا و ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد و تا به امروز یک سرباز آمریکایی زخمی نمی شود، اما روزانه صدها جوان افغان پیکرش به خانواده هاش انتقال داده میشه. به این اساس ما باورمند هستیم که اینجا معاون سیبی اول برحق است و طالبا اگر جنگ از دست بتن، میدانم از دست خواهند داد. درست. آقای امیری، آقای غنی دیروز در ارگ عنوان کرد که با فتوای علمای جهان جنگ طالبان در افغانستان وجهه مذهبیش را از دست داده. تعبیر شما من حیث حکومت از جنگ طالبان و تعریفتان از جنگشان در افغانستان چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانای عزیز و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. در قسمت محکومیت جنگ طالبا امروز فکر کنم که دیگر در کسی پوشیده نیست که جنگ جنگ مشروع نیست و اقدامات حکومت هم طبیعتاً اما عزم راسخ حکومت هم نشانه از است که واقعاً جنگ نمیخواهند. حالا شما یک بحث جامعه بین المللی است که جنگ محکوم کردن، واقعاً خواهش کردن و خواستن از گروه طالبا که خشونت ها را کاهش بده. همچنان آتش بس هم یک موقف بوده که از موقف حکومت افغانستان در کنفرانس جنوا هم تایید شد. پس بنابراین وقتی که بخش جامعه بین الملل یک طرف بانیم، باز در بخش علمای اسلامی که بیاییم، شما صداهای متفاوتی داره از بخشای متفاوت جامعه اسلامی از طریق از علمای متفاوت شما شنیدین که جنگ جواز نداره. طبیعتاً این فرصتی است که خوب است که این جنگ متوقف کنن، آتش بس سرش گپ بزنن، خشونت ها را کاهش بدن تا این فرصت صلح دیگه از دست ما نره و واقعا نیاز مردم افغانستان است و نیاز حکومت افغانستان است، جامعه جهانی است و تمام مردم جهان میخواهند که این جنگ متوقف شود. اگر گیریم بحث وجهه مذهبی مد نظر باشد، آیا حکومت جنگ طالبان را من حیث یک گروه تروریستی میپذیرم؟ ببینید، در اساس کار ای که یک خاص حکومت ای بوده که طالبا که تمام نتورک بین المللی تروریسم مثل القاعده، مثل خب 22 گروه تروریستی سالما مشخصاً طالبان را من حیث گروه تروریستی تعریف کنم. طبیعتاً ما حملاتی که در افغانستان شده، ما در مرحله اول از طالبا ای را میخواهیم که امو نتورک خود طوری که خودشان امی تعهد کردن در قراردادی که بین آمریکا و امی طالبا برقرار شد که باید تمام روابط های خود که القاعده و سایر گروه های تروریستی متوقف کنه. طبیعتاً حملات تروریستی، حملاتی که مردم بیگناه به شهادت میرسانه، ما میخواییم که یارو متوقف کنه. درست. بسیار زیاد سپاسگزار. آقای بوریا اشاره شد، آقای عتیق اشاره کردن که موضع حکومت، موضعی که مرگ سیاسی گروه طالبان را بیشتر تاکید کردن. گروه طالبان تحت عنوان نبرد حق بر باطل در افغانستان میرسمند، چقدر مصداقیت داره به باور شما؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر هر دو بزرگواری که در بحث حضور دارن و سلام بر بینندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. ما زیاد مقدمه چینی نمی کنیم. در دو ماه یا سه ماه کمتری که مذاکرات بین الافغانی شروع شده، به شکل سیستماتیک از جانب امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد بود که توافقنامه صلح طالبا و امریکا بنیاد مذاکرات بین الافغانی قبول شود. اما ما دیدیم شد. بله، و ما دیدیم که دمی ارگ خیلی سر و صدا بلند شد که ما اصلا نمی توافقنامه را نمیشناسیم، ما اصلا در اونجا حضور نداشتیم. سه ماه بعد همین توافقنامه را به حیث بنیاد مذاکرات بین الافغانی قبول میکنه. در این سه ماه موردی بود که طالبا همچنان پذیرفتن بر بنیاد. اجازه بدید ما میایم سر این موارد. در این سه ماه ده ها هزار هموطن ما کشته شد. در این سه ماه خیلی از هستی های مادی و معنوی ما با خاکستر یک جا شدن. مسئولیتش به دوش کی است؟ به دوش کسایی هستند که سه ماه قبلی را نمیپذیرند و امروز میپذیره. پس این مسئولیت هم باید بپذیره که جنگ که سه ماه ادامه داشت مسئولیتش به دوش اینا هست. کشت و کشتاری که در سه ماه صورت گرفته مسئولیتش به دوش اینا هست. علاوه تن چیز دیگه که علاوه شده، طرح ها، فیصله های شورای امنیت، فیصله های سازمان ملل متحد، در قطعنامه 25-13 شورای امنیت چی است؟ اونجا تایید شده اعلامیه کابل و توافقنامه صلح قطر. اونجا میگه که دولت افغانستان حداقل 3-4 جایی،
هیچ وقت شما در قطعنامه نمیبینید نوشته کرده باشه دولت اسلامی افغانستان. در قطعنامه شما نمیبینید که نوشته کرده باشه جمهوری اسلامی دولت اسلامی افغانستان. این هنوز تقویت کننده همین توافقنامه صلح قطر است که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده. پس این بزرگوارایی که در ارگ شیشته و ادعای رهبری افغانستان میکنه پیهم اشتباه میکنه در مورد صلح، پیهم خطوط سرخ ترسیم میکنه، باز او خطوط سرخ شکستانده میشه، باز خطوط سرخ دیگه ترسیم میشه و به می ترتیب جنگ استمرار پیدا میکنه که مسئولیت جنگ به دوش اینا خواهد بود. یعنی شما به این باور هستین که جناب ارگ اراده برای صلح نداره، درست؟ ببینین ما بر طرز میگم مسئله زندانیا بود. شش ماه مسئله زندانیا را به تعویق انداختن و میگفتین خطوط سرخ ماست. بعد از شش ماه آزاد شد. اما آقای غنی گفت که ما از یک موضع اخلاقی این زندانیا را رها کردیم، هیچ تعهدی بر توافقنامه صلح آمریکا مشکل ما هم نداشته که منافع ملی مطرح نیست، منافع عالیه مردم مطرح نیست، مسائل اخلاقی مطرح است. بیاین قسم دیگر زیادی بکنیم. بسیار کوتاه بفرمایید. یک لحظه اجازه بدید. اکنون توافقنامه صلح قطر که بین آمریکا و طالبان امضا شده با اساس بنیاد مذاکرات بین الافغانی قرار داده شده، این نخستین گام تعویض حکومت است. اما چهار مورد دیگر هم حکومت هر چهار مورد دیگر در انضمام توافقنامه قطعنامه است، اراده مردم است. علمیم سر اراده مردم، اراده مردم ما براتون توضیح میکنیم، درست؟ یعنی مردم چی میخواین؟ ما عرض میکنیم بله، این تعویض نظام است و ایجاد حکومت جدید اسلامی، دولت جدید اسلامی و نظام جدید اسلامی است. درست. اراده مردم چی است؟ دکتر صیب غنی میگه جمهوریت. جمهوریت هیچ تعلقی با دکتر صیب غنی نداره. ما در سال 1352 جمهوریت داشتیم. ما 50 سال است به نحو هزارها جمهوریت داریم. پس شما فکر میکنید که وزنه ترازو ما عرض میکنیم یک لحظه شما اجازه بدین مرا و نو نگاه مردم بیشتر به وزنه ترازوی جناب طالبان است یا عرضم به حکومت و جمهوریت؟ من سوال قبلی شما را بله. یعنی کلمه جمهوریت اصلا با دکتر صیب غنی ربط نداره. ما در سال 1352 جمهوریت داشتیم. درست. و جمهوریت دستاورد سردار محمد داود شهید از خداوند ببخشش. پس جمهوریت، صلح، این ملکیت مردم افغانستان است و دولت هر دو را در انحصار خود گرفته، هم صلح را در انحصار خود گرفته، هم جمهوریت را در انحصار خود گرفته و میخواهد دهن مردم را بسته بکنه. این مردم هست که سرنوشت خدا باید به دستان خود تعیین بکنه. بسیار تشکر. این مردم هست که نظام خدا و نحو شیوه صلح خدا باید مردم تعیین بکنه و به زودی مردم صدای خدا بلند خواهد کرد. بله. رفت و برگشت کوتاه میگریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین. آقای عتیق، این روزها حرف حدیث ها از حکومت موقت زده میشه و بیشتر تنور این بحث داغ‌تر است. آقای اوریا بر نظام جمهوریت این که ملکیت شخص نیست ایراد گرفتن. آقای غنی همچنان به صراحت عنوان میکنن که انقطاع نظام موجب بربادی افغانستان خواهد شد. فکر میکنین جمهوریت آیا یک ارزش هست که با عوض شدن از این میتونه افغانستان را به لایه بربادی بکشانه؟ خب ما یک نکته میگم، اول یک مقدمه بسیار کوچک کوتاهی که ما وقتی که در یک رسانه استاد میشیم بدون جانبداری از هیچ سمت و جناحی کوشش میکنیم که اوضاعی را که در افغانستان مطالعه داریم از دیدی که من شخصا دو ده هست که در سیاست دخیل هستم، برداشته هایی را که از شرایط از اوضاع در افغانستان داریم میخوایم اونها را انعکاس بدیم. ولو هر کسی در این مسیر بیاید ما مکلفیت شرعی و وطنی خود میدانیم که واقعیت های عینی را انعکاس بدیم. یعنی شما میگین که واقعیت ها وارونه نشان میدن؟ ما میایم، ما البته دیدی خود ما میگم در ارتباط با مسائل طالبان و وقت موضوعی را که من پیشتر یاد کردم همین هست که واقعا
هر روز تنور جنگ از آدرس از اینا گرم ساخته میشه و مردم افغانستان به ماتم نشانده میشه. اینجا میایم سر یه سوال شمالی. متاسفانه حکومت ما از هر چیز تا به امروز به مساوی ابزار استفاده کرده. مسئله رهایی زندانیا را که پیشتر شما از قول رئیس جمهور گفتن که ما از بعد اخلاقی کار کردیم، اصلا هیچ بعد اخلاقی نبود، مسئله معامله بود. نماینده فوق‌العاده وزارت خارجه امریکا آقای خلیلزاد همراه آقای میلر آمدن در مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس جمهور پذیرفت در یک معامله زندانی ها را رها کرد و تاوانی از او را مردم افغانستان متحمل شده است. امی مسئله جمهوریتی را که ما به این باور هستم که خطی عالی که خطی بسیار سرخ اساسی بخواهیم نخواهیم، اخلاقا جمهوریت یک خط اساسی باید برای همه مردم افغانستان باشه که در دو دهه بسیار قربانی زیادی مردم افغانستان داده میان سر زمین. در باب حکومت موقت اگر بگوییم، اگر قرار به این باشه که حکومت موقت در افغانستان شکل بگیره، آیا لایه جمهوریت را صدمه پذیر می‌سازه؟ من میگم سر همین میامدم میبینم. من به این باور هستم که جمهوریتی را که آلی کسای در داخل ارگ دعایداری از این هستن، اینا هم بسیار در بسیار مراحل جنازه جمهوریت هم خواندن. همین مسائل حضور مردم در مسائل انتخابات، مردم افغانستان شاهد بودن که ما حکومتی با اشتراک 9 لک نفر فعلا در افغانستان داریم. در میزان 35 میلیون انسان وقتی که 9 لک نفر سهم میگیره در پروسه انتخابات، معلوم است که جمهوریت جنازش خواندشت. اما ما نکته اصلی را اینجا میخوام اشاره کنم که اگر رئیس جمهور معتقد به این باشه و باور به این داشته باشه که حکومت معقد میه یا حکومت عبوری میه یا انتقالی، هر چیز که توجیه میکنیم، اگر اینا در رأس قدرت باقی میمانند، این خطوط سرخ جمهوریت شکستانده میشه و اینا میپذیرند که درست همون حکومت عبوری بیای اما ما در رأس یعنی باشم. حکومت موقت محتمل به نظر میرسه؟ شما ببینید در توافقنامه ای که حالی خودی حکومت افغانستانی را پذیرفت، در حکومت در توافقنامه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا خود در چندین مواردش است که حکومت اسلامی پسا توافق تذکر یافت. در صحبت آقای اوریا هم بگونه زمینی اشاره شد که با مبنا قرار گرفتن توافق نامه صلح آمریکا بخواهیم نخواهیم حکومت افغانستان را پذیرفت. شما ببینین حکومت افغانستان را پذیرفت، موافقت نامه طالبا و امریکایی ها را به عنوان یکی از به اساسات مذاکرات بین الافغانی و در اونجا به صراحت ما خود چندین بار خواندم او را، دقیق شمار نکردم، اما به کرات آمده حکومت اسلامی پسا توافق. یعنی منظورش حکومت موقت است؟ در شکی نیست. آقای عبدالله همچنان در سفر به ترکیه با پوزش با تلویزیون تیرتی ترکیه گفته که حکومت موقت باید بخش از یک توافق صلح جامعه باشد. جانب به ارگ موضعش فکر میکنین؟ اصلا من به این میخوام، من این را میگم که هر چیز قربانی میخواهد. اگر صلحی واقعاً به معنای ختم جنگ و قطع کشتار مردم افغانستان در افغانستان می آید، ما به عنوان وکیل آمده استم که چوکی وکالت از دست بدم، رئیس جمهور می آمادگی را بگیره که چوکی ریاست جمهوری را از دست بده و بخواهیم نخواهیم طالبا خود اونا دعایه ای را دارن که ما همه حکومت افغانستان را می گیریم. اما در این که یکی از بزرگترین آجندا و پرچالشترین آجندای از طرف طالبا و حکومت معقد یا حکومتی است که هرچی تعبیر می شود از بین رفتنی سرانی حکومت از رأس قدرت است. یک موضوع حتمی است که ما و شما چند روز بعدی را می بینیم که از رؤوس آجندای گروه طالبا ترسیم می شود. تشکر. البته می شنوم. آقای امیری، دیروز آقای غنی اشاره کردند که قربانی مطلق ضروری است. آقای عبدالله همچنان ضمن از اینکه اشاره کردند که صلح نباید با نگاه منفعت طلبانه قربانی شود، گفتن که رفتن به طرف صلح از همه قربانی میخواد. شما من حیث حکومت آیا آماده قربانی چوکی میتونید در برابر صلح باشین؟ ببینید، ما فکر میکنم که پیش از این که سر از این بحث پیش بریم، ما در بحث حاکمیت قانون اساسی رو داریم. قانون اساسی روابطی که نهادهای حکومتی چه وقت آغاز میکنه، چه وقت شروع میکنه، چه قسم پروسه رو پیش میبره، اون مشخص شده. من فقط یک نکته را پیش از او یک اشاره کنم که در بحث که قربانی گفته، طبیعتا حکومت افغانستان، مردم افغانستان بعضی قربانی ها را پیش از پیش
ایرا داده و نمونش هم اگر آزادی زندانیان که در بخش اول صحبت ها شد اما آقای عتیق اشاره کردن که یک خبط سیاسی بود رهایی زندانیان حتی این قربانی را فقط به خاطر صلح برسن یعنی حکومت واقعا عزم راسخ داره برای که صلح بیاید بسیار اقدامات انجام داده اگر فرصت شد باز من اشاره میکنم منتها من میخوایم یک بحث دیگر اینجا پیش ببرم ای که حکومت آمادگی داره با پوزش حکومت همه مستحضر است مردم افغانستان که چه قربانی های را داده تا اینجای کار از این بعد آماده چه قربانی است در باب سال از قربانی بیشتر صحبت میشه حکومت اجازه بدین من گفتم که کار را که حکومت انجام داده قربانی های زیاد داده آمادگی های زیاد گرفته برنامه های زیادی داره بخاطر که صلح سرانجام برسه منتها ما یک بخش را می خواهیم که جناب آقای اوریا جواب بتن در حضور ملت که درست. یک بخش زیاد از بیننده ها این برنامه را سعی میکنند چطور وجدانشان ای را اجازه میده که از حملات تروریستی که شاید صدها هموطن ما مثلا در اونجا شهید شده دفاع کنه آقای اوریا این در حالی است که در حالی است اجازه بدید من یک ترجمه پاسخ شما برمی‌گردم این در حالی که این همه حملات تروریستی از طرف تمام جامعه جهانی از طرف علما از طرف حکومت به اصطلاح یا کلشان محکوم شده و وقت یا فکر میکنم آقای اوریا بسیار با یک یعنی کم لطفی زیاد میکنه و من فکر می‌کنم پاسخ از چه خاطر برای شما برمیگردم اگر کوتاه بفرمایید آقای اوریا سپاس به شما هم جنگ با تمام ابعادش محکوم میکنه درست در تمام ابعادش با شمول آنالی که در هر ماه 10000 تن بم سر مردم افغانستان میریختند با شمول آنالی که بم به مادر و پدر سر مردم افغانستان ریختند او را هم محکوم میکنیم اونا را هم محکوم میکنیم که خلاف تمام معیارها بین المللی افغانستان اشغال کردن اونا را هم محکوم میکنیم که در اینجا یک حکومت ایجاد کردن اما گفتن کم لطفی در حق مردم اجازه کردن کم لطفی شد این کم لطفی هست 10000 تن بم سر مردم بریز در یک ماه این کم لطفی نیست کم مهری نیست بم به مادر در افغانستان سر مردم بریز این کم لطفی و کم مهری نیست 20 سال بگو طالب تروریست است بعد از 20 سال بگو که نه این آزادی بخش است نیروی آزادی بخش است یک جنبش آزادی بخش است آقای امیری شما اجازه بدین شما با شما برمیگردین چون فرصت اینا است حرفای ما تکمیل شد حرفای ما تکمیل مانده و دیروز دکتر صاحب غنی میگه که طالب یک واقعیت است بله جناب دکتر صاحب غنی تو باید بپذیری که طالب یک واقعیت است اما چی نه یک واقعیت اما پذیرفتن عرض میکنیم چی نه واقعیت یک نیروی آزادی بخش است که آزادی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأمین کرد و دکتر صاحب غنی خود هم باید بشناسه که جنازه جمهوریت را برداشت جمهوریتی که از 52 به این سر ما جمهوریت داشتیم درست همین حرفای ما تکمیل شد بسیار کوتاه بفرمایید به شما برخواهیم گشت دکتر صاحب غنی این را هم باید بپذیره درست که حکومتش فاسدترین حکومت دنیا هست بله لاقانونترین حکومت دنیا هست تجدیدترین حکومت دنیا هست این واقعیت هم باید به شما بر میگردم آقای امیری بعد در بحث بعدی که من فکر میکنم که صرف همی که یک چند تا لغت آدم بیاید در یک مجلس و در یک حضوری که کل بیننده ها حال تماشا میکنه ایره در منطقش برون من فکر میکنم آقای اوریا وقتی یک گپ میزنه بسیار باید به اساس سند باشه بحث دیگه که آقای اوریا در اینجا اشاره کردن که واقعا من فکر میکنم که او جواب اولا ندادن این پاسخ ملت افغانستان را دادن نمیتونه این نمیتونه بگه که این نفرایی که شهید شده اما ایشان گفتن که مادر بما زمان در اچین نگرهار استفاده میگیره کم لطفی حکومت بود که وارد عمل نشد تقبیه نکرد و آل باید آقای اوریا این جوابش را برای مردم بده و از خود مردم از این خود پرسان کرد که چرا این حملات را تایید میکنه بخش بعدی که من میخواییم در اینجا خدمتان عرض کنم که حکومت هیچ وقت پروسه صلح کجا سند داره که حکومت تحت انحصار خود گرفته بیاین ثابت کنن شما برین هیئت
هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان را ترکیبش سعی کنید. کدام جریان سیاسی در اونجا حضور نداره؟ در مابین 21 نفر کدامشان هست که شما فکر می‌کنید که اقشار مختلف حکومت در اونجا حضور نداره؟ آقای اوریا متاسفانه فرافکنی میکنه و این کار بسیار در حضور ملت افغانستان که منطق داره، این گپا را میبینه، بررسی میکنه، این گپ اصلا صحیح نمیباشه. حال شما ترکیب شورای مصالحه ملی را سعی کنید. شورای عالی مصالحه ملی شما کدام جریان را میبینید که در اونجا از اون جریان حضور نداشته باشه؟ کلش هم عمیق کلانای افغانستان است. یا اگر احیانا ضرورت شد این حکومت پس بره در پارلمان بودن حکومت در باب صلح است به باور شما، درست؟ بله 100%. آقای اوریا، آقای محب مشاور شورای امنیت ملی گفته که صلح به معنای تشریک طالبان در نظام جمهوریت است. صورت خواهد گرفت؟ ببینید ما دو چیز عرض میکنیم. نخست سر ترکیب شورا اگر اجازه بفرمایید، اگر بسیار موجز بفرمایید که فرصت ما شما عرض اندک است. در ترکیب شورا ما بجز از مامورین سابقه و مامورین جدید حکومت، یعنی دولت قبلی و دولت فعلی، چیز دیگری را ندیدیم و نیروهای سیاسی تاثیرگذار هنوز در این شورا عضویت ندارند، مثل جمعیت اسلامی تحت رهبری ربانی صاحب، حزب اسلامی تحت رهبری، یعنی شوری واگاهان از قلم ماندن. بله، ده ها حزب و سازمان دیگری، صدها شخصیت در داخل کشور و بیرون از کشور. روی لاتین یک شورای نهایت محدود، کوچک و انعکاس دهنده اراده حکومت است. شما به زودی شاهد می باشید که همین احزاب و سازمان هایی که خارج از این شورا هستند با خود شورای مستقل را ایجاد خواهد کردند و صدای ملت بلند خواهد کرد. یعنی تاکید شما بر انقطاب سیاسی از طرف افغانستان طبیعتا به زودی صورت میگیره. چیزی که ما میگیم به زودی صورت میگیره، پیامد های از این چه خواهد و عرض میکنیم به خاطر که صلح ملکیت مردم است. صلح با دکتر صاحب غنی چی؟ تو یک آدم جنگ افروز بودی، به این وطن زندگی نکردی. اما آقای غنی با سکان دادن روند صلح و شورای مصالحه به نحو این اراده شب مبین ساخت این شورا یک روند کلی و ملی است. این شورا نتانستن انسجام به تمام نیروهای سیاسی را، این شورا نتانستن انسجام، این حکومت نتانست یک اجماع درون دولتی را به وجود بیاره، این حکومت نتانست یک اجماع درون دولتی را به وجود بیاره. با این ملحوظ ما اجماع ملی نداریم. اکنون ما فاقد اجماع ملی هستیم، اکنون ما فاقد اجماع دولتی هستیم، اکنون ما فاقد اجماع حکومتی هستیم و در شرایط کنونی احزاب و سازمان هایی که بیرون از این شورا باقی مانده و در کابل به شکل فعال فعالیت میکنه، اینا یک انسجام بین خود به وجود میاره و علنا میشه بگینم اجماع از نظر شما چی است؟ امی شما که این فرض کن شما پیشنهاد که اجماع آقای امیری اگر شما فرصت شما اجازه بتین به خدمت شما میایم. بسیار کوتاه فرمایید چون فرصت وقت امین احزاب امین سازمان ها و امین شخصیت ها به یک محور جدیدی تبارز خواهد کرد و برنامه خود نشر خواهد کرد. به زودی شما شاید می باشید. اگر نکته های بعدی تان را در آمد دیگر با شما داشته باشه موافق هستیم انشاءالله. بفرمایید. رفت و برگشت کوتاه می گیریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین آقای اوریا. بسیار مخلص اگر به پاسخ پرسش قبلیم بپردازیم، این که تلفیق طالبان در بدن نظام چقدر ممکن است؟ ما عرض میکنیم خدمت شما. بسیار اول اگر اجازه فرمایید، حکومت قربانی، مسئولان حکومت در 20 سال گذشته هیچ قربانی نداده. 20 سال قبل از امروز ما یک افغانستان با امن داشتیم، با ثبات داشتیم، مگر همین مسئولان کنونی افغانستان با امن با ثبات به یک افغانستان بی ثبات و انارشست تبدیل کرده. اگر پرسش ما به پاسخ نمانه بفرمایید در رابطه با می پرسش ما پاسخ یاد امی تکمیل شوه. بله. و اینا بجز از امتیاز بیلدینگ سازی و ذخیره کردن پول در بانک های داخلی و خارجی هیچ کاری دیگه نکرده. یعنی مسئولان حکومتی در 20 سال به شکل سیستماتیک ثروت اندوخته با قیمت خون مردم و امروز 90% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه، اینا اولاد و حساب و کتابش خارج از کشور است. به این سر مشارکت طالبان با هیچ شکل حاضر نیست با این حکومتی که کشتی شکسته شده، کشتی سوراخ سوراخ است و این کشتی در حال غرق شدن است، با این حکومت مشارکت بکنه. یک
دو حکومت موقت یک گزینه هست اما یک چیز 100% نیست به حیث یک گزینه بیرون رفت از بحران کلونی هست که باید در نظر داشت اما سرنوشت آینده طالبا آیا همچنان رأی مثبت دارن در این گزینه؟ کی؟ طالبا در شرایط کلونی طالبا رأی مثبت به حکومت موقت نداره طالبا معتقد به این هست که نظام آینده حکومت آینده دولت آینده در مذاکرات بین الافغانی باید تعیین شود و هر آن چیزی که مذاکرات بین الافغانی یعنی همان اراده مردم افغانستان بود هم طالبا باید میپذیره و هم دیگر جناح ها قبول میکنه آقای عتیق در باب شورای مصالح ملی آقای اوریا یک مقدار ایراداتی داشتن وزارت خارجه آمریکا گفته که کمیته رهبری شورای مصالح ملی به عنوان نهاد با صلاحیت که مشوره و راهنمایی میکنه هیئت مذاکره کننده را همچنان روی نقشه را تقسیم قدرت، آتش بس و پایان دائمی جنگ تصامیم را اتخاذ میکنند. چقدر یک شورای با صلاحیت و با صلابت در شورای مصالح ملی ما داریم البته؟ خب متاسفانه ما باز هم اگر تکرار نشه باز هم اشاره میکنم به اینکه حکومت افغانستان همیشه به شکلی یک بعد از اینکه مرض در حالتی بیخی که فلاکت بار میاد باز در فکری تداوی میبره در فکری از اینکه قبل از قبل وقایه بکنه و واکسین بکنه در این فکر نیست همیشه یک عمل انجام میشه و یک اتفاق میفته باز اینا اقدام میکنن به یکم کارای مثلا در مذاکرات بین طالبا و ایالات متحده آمریکا حکومت افغانستان همه غم خود گرفت در انتخابات متوجه بود و مسئله انتخاب پروسه سل رفت به نفع طالبا و حالی هم متوافقی که حکومت افغانستان هیچ اشتراکی در اون نداشت ولی به عنوان یکی از اساسات مذاکرات بین الافغانی از طرف این حکومت قبول می شود در حالی که اگر حکومت افغانستان در او وقت لابیگری می کرد به عنوان یک اراده امو وقت اجماع ملی و یک سیاست محوری را ایجاد می کرد ما به با این باور بودم که در اونجا ما در اون متن توافقنامه می تانستیم تغییراتی را بیاریم و یک سلسله مسائلی را که طالبا باید به پذیرش یک سلسله شرایط آماده می بدن در او وقت می تانسته و ما حکومت افغانستان حتی دیدیم تیم تماسش رفت اونجا به عنوان یک میمان بسیار کوچک هم در یک آشیه برش اجازه ندادن یک و به همین خاطر ما سوالاتی را در میزه های مختلف نقده های را در ارتباط به گزینش اعضای مذاکره کننده تیم افغانستان حکومت افغانستان داشتیم اما با آن هم به خاطر مصالح مردم ما گفتیم حالی باید در پشت سر همین تیم بنشینیم مثلا امری گفتن که هیئت مذاکره کننده آینه تمام نمای مردم افغانستان است خب من احترام دارم به دید آقای امیری صاحب هر کس دیدگاه خودش است اینا مکلفیت دارن چون از آدرس اگر حکومت به مردم افغانستان یک مقدار حقانه این موضوع ما میگم گفته شده واقعا چنین است همین موضوع را اشاره میکنم که آقای امیری حق داره که اما دوغی سفید حکومت را سیاه بگه چون از آدرس حکومت اینجا میان نمایندگی میکنن مجبور هستن اینا از آدرس حکومت سخن بگن اما ماهایی که میخواهیم واقعیت های عینی انعکاس داده شه و همین هست که حکومت افغانستان نتانست یک اجماع ملی و یک سیاستی واحد را در ارتباط به مسائل اساسی کشور ایجاد بکنه که امی شورای مصالحه اما چرا نتوانست؟ اراده آقای اوریا از انقطاع سیاسی اراده من میگم که اراده واقعی برای مذاکرات نبود اراده واقعی و حکومت و زمامداران افغانستان برای گرفتن قدرت بود که او را به دست آوردن پس حالا اراده تغییر کرده یا حالی هم اراده در فکری گرفتن منافع است که در کجا منافع به دست میایم سر همین شورای عالی مصالحه شما ببینید شورای عالی مصالحه را حکومت آقای دکتر سیب اشرف غنی فرمان داد اعلان کرد دکتر سیب عبدالله فورا واکنش نشان داد که صلاحیت ما چرا این کار کردی و همین دیروز هم که شورای مصالحه دایر شد شما میبینید چهار نفر کسایی را که دکتر سیب عبدالله معرفی کرد رئیس جمهور برایشان اجازه ورود به ارگ نداد درست. و ایجاب میکرد به هر وسیله ای که حکومت میتونست باید آقای حکمتیار و آقای صلاح الدین ربانی با یک تعداد چهرههای مؤثر در این کشور مجبور می ساخت مجبوری اخلاقی که اونا می آمدن در این شورا سم می گرفتن اما متاسفانه که اونا سم نگرفتن این خودش مشکلات و شگافی هست که امیال متاسفانه ما داریم
اولا چقدر ما به اجماع ملی دست یافتیم و دوما حکومت به اساس توافقنامه 28 ثور چقدر به استقلالیت شورای مصالحه تاکید میکنه و باورمند است؟ خوب است که ما یک بخش را اصلاح کنم. جناب آقای عتیق میفرماید که حکومت اراده برای صلح نداشته. شما اقدامات حکومت ما فقط امو دانه به دانه تتروار برایتان میگم. حکومت برنامه صلح که آقای حکمتیار را تطبیق کرد، حکومت در سال 97 جناب آقای عتیق اعلان کرد که بدون قید و شرط برای به خاطر آتش بس و صلح با طالبان گپ میزنه. اجازه بدید من گپم خلاص شد. جناب قریشی، حکومت اعلان کرد سال 97 گفت که ما آماده هستیم بدون قید و شرط برای صلح که طالبان گپ بزنیم. حکومت دو برنامه بسیار کلان ملی را که چارچوب ملی صلح انکشاف با مبنای صلح ایجاد کرده، حکومت 5000 زندانی را آزاد کرد. حکومت در سال در حال فعلی اصل برنامه همین 4 ساله پیش روی که حکومت داره به اساس صلح استوار است و این طرحی است که از طرف کل جامعه بین المللی در کنفرانس جنوا پذیرفته شده. چطور ما میتونیم بگیم که حکومت اراده برای صلح نداره؟ اما یک اراده که من قبلا هم اشاره کردم که در باب آقای حکمتیار انتقادی که وجود داره حداقل در بادرس حکومت افغانستان این که مفاد اون توافقنامه که با آقای حکمتیار صورت گرفت عملی نشد و ظاهرا این مجال را به گروه طالبان همچنان میتونه فراهم بکنه که اونا ایراد بگیرن در صورت با آقای حکمتیار رو راستی و صداقت نشان دادن نشد، پس با این گروه چگونه محال است؟ پاسخ حکومت در این باب چه است؟ ببینید هیچ سندی برای مبنا وجود نداره که حکومت تعهدات خود در او برنامه صلح مثلا اجرا نکرده باشه و همچنان ما میخواییم بگم که حتی حکومت دور فعلی برنامه‌ش است که وقتی که ما اگر یک پیمان صلح ببینیم در برنامه‌ای که بعد از صلح ما چطور این برنامه را تطبیق کنیم، حکومت برنامه داره و من فکر میکنم که در حالت فعلی این چارچوبی را که حکومت حرکت میکنه و این اجماعی را که شما پرسان کردین که آیا اجماع وجود دارد، من فکر میکنم که اجماع نسبی اگر ما شاید نتانیم بگیم که 31 میلیون نفوس افغانستان شامل گفتگوهای صلح شوه، این کان شاید منطقی وجود نداشته باشه، اما ما شورای عالی صلح، شورای عالی مصالحه را داریم، هیئت مذاکره کننده را داریم، ضرورت باشه پارلمان افغانستان هست، مشران جرگه هست، ولسی جرگه هست، اگر باز ضرورت شد لوی جرگه به اصطلاح قانون اساسی یا لجنه مشورتی در زمینه صلح در باب استقلالیت شورای مصالحه ملی حکومت چه موضعی داره؟ واقعا مستقل میدونه، تشبث صورت نمیگیره و فیصله ها کماکان نهایی است از طرف این شورا؟ ببینید ما بخش شورای عالی مصالحه به عنوان یک بخشی که همراه حکومت کار میکنه در اینمی عرصه صلح با گفتگوها را خواد پیش برد، مشوره ها را خواد داد، ولی طبیعتا اگر یک روز ضرورت دهی شوه که یک گپ در فیصله یا تصمیم پارلمان افغانستان گرفته شد، طبیعتا از پارلمان کمک خواهد شد. اگر فیصله شود که لجنه قانون اساسی تدویر شود کدام متنی باید تغییر بشه، طبیعتا این کار خواهد شد. پس بنابراین هر لحظه حکومت آمادگی داره که پس در آرای مردم مراجعه کنه و این پروسه تا که تطبیق شود. آقای اوریا، امروز وارد دومین روز میشه هیئت های مذاکره کننده در باب آژندای مذاکرات. قسمت که قبلا گفته شد که نقشه راه سیاسی و آتش بس از موضوعات با اهمیت است در دوحه قطر، چقدر زود است که آتش بس در افغانستان تعمیر شود؟ تشکر، سوال خوبی هست. اگر اجازه بفرمایید، شما اشاره کردین به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، اونجا نوشته میکنه که این شورا مشوره میده و راهنمایی میکنه، یعنی صلاحیت اجرایی نداره. صلاحیت اجرایی اما گفتن که در باب ختم جنگ، در باب بله مشوره میده و راهنمایی میکنه، صلاحیت اجرایی را به شکل انحصاری این 8 سال میشه دکتر سبغانی در دست خود گرفته و هر آنچی میل داشته باشه تا به کوچکترین مامور این حکومت هم خودش توضیح میکنه. اما توافقنامه 28 ثور چیز دیگر به اثبات میرسونه، صلاحیت حق ویتو را نفی میکنه از آقای غنی و تمام امور مربوط به صلح را منوط برادر از شورای مصالحه ملی بکنه. چنین چیز تا به حال رسما اعلان نشده.
چون این چیز رسما اعلان نشده. شما اعلامی اما وجود دارد، شما اعلامی وزارت خارجه آمریکا را که بخوانید در اونجا فقط نوشته میکنه مشوره میده و راهنمایی میکنه، صلاحیت اجرایی نداره. و دکتر سبغانی تلاش میکنه هم صلح و هم جنگ در انحصار خود داشته باشه و ملت مردم نیروهای سیاسی را نیروهای مدنی را قسمی که محروم حبس کرده محروم حبس کنه. بله آقای اوریا، اگر یک مقدار می مورد را بشکافیم، در اعلامیه گفته شده به عنوان نهاد با صلاحیت معتبر، معتبر همین معنای ضمنی معتبر گفته در راستای نقشه را تقسیم قدرت آتش بس و پایان جنگ موافقت صورت میگیره. ببینید نوشته کرده که در دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای مصالحه به حیث نهاد معتبر در راستای نقشه را این مشوره می تو راهنمایی میکنه. توجه کردی؟ یعنی راه گریز را مانده که صلاحیت تشبه صورت بگیره، درست؟ تصمیم گیری نداره و این صلاحیت را دکتر غنی برای کسی واگذار نمیکنه. اما شورای رهبری این صلاحیت را دارن؟ کدام شورای رهبری؟ شورای رهبری که روز قبل هنوز ببینین هنوز ما از تریبین دولت از لحاظ حقوقی صلاحیت های این شورا را نمیفهمیم. جناب وکیل صاحب است چی صلاحیت های داره، چی مسئولیت های داره، چی بکنه چی نکنه؟ اما این چیز رسما شراغ راهنمای هیئت مذاکره کننده در دوحه قطر این شورا گفته شده شورای همون راهنمایی میکنه و مشوره برشان میده اما نقش تصمیم گیری در نداره. پس در اینجا زمان تصمیم اتخاذ شد، مریول اجرا قرار میگیره از طرف هیئت، معنی ضمنی از این است که این آدرس تصمیم میگیره. نه خیر اونطور نیست. جناب بر شما توضیح دادن. گفتن که باز پارلمان است و باز لوی جرگه است. یعنی به این معنی است که حکومت اصلا اراده بر صلح نداره. آقای امیری، حرف تام تمام رای شورای مصالحه ملی میزنه؟ باور حکومت همین است؟ ببینید شورای مصالحه ملی فعالیتایشان تا جایی که فهمیم است، فهم من شخصی است که در چارچوب قانون میخوایم که اجازه بدین من بفهمم کامل برایتون توضیح میدم. چون این تا جایی که من برداشت من است شورای مصالحه، شورای مصالحه که است در چارچوب قانون اساسی کار میکنه. یعنی در ما میگم که روشنگر راه حکومت افغانستان و تمام نهادهایی که در افغانستان قرار داره قانون اساسی است و ما نمیتونیم، نه هیئت ما نه هیچ گروهی دیگه نمیتونه هیچ فیصله ای را خارج از چارچوبات قانون اساسی که اراده عزم مردم است اجازه بدید. اگر ادله شما را جناب یک دقیقه اجازه بدید اوریا پس از وقفه داشته باشم ادله شما را با پوزش بفرمایید. رفت و برگشت کوتاه میکریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین آقای اوریا، بسیار کوتاه بفرمایید. نخست در مورد دکتر سبغانی، خود قماندان سر اعلای قوای مسلح میدانه، واقعیت هم هست، یعنی صلاحیت جنگ و صلح میگه در دست من هست و این صلاحیت دکتر سب عبدالله را خو کنار بگذار بر هیچ کس دیگری نمیده. پس صلاحیت جنگ و صلح در دست خود متمرکز میکنه، احزاب و نیروها و شخصیت های سیاسی چی در درون حکومت چی در درون دولت و چی بیرون از آن کلا محروم میمانه از این پروسه و اونا مجبور است مستقلانه گام برداره به خاطر نجات کشور از این جنگ وحشتناک. پس بر این بنیاد گفتم میتونیم که ذاتاً دکتر سبغانی حامی صلح نیست، او با تمام قوت جنگ ادامه خواهد داد. اما میان در مورد حیات مذاکره کننده، مذاکرات بین الافغانی وارد مرحله دوم میشه، روی طرز العمل توافق صورت گرفت، این یک گام مثبتی است، ما یک گام پیش رفتیم به سوی ایجاد حکومت جدید اسلامی در افغانستان، دولت جدید اسلامی در افغانستان و نظام جدید اسلامی افغانستان. و حال کمیته مشترک کار میکنه روی اجندای مذاکرات بین الافغانی. اجندا از قبل مشخص است، آتش بس است، یک، آزادی تمام زندانیان امارت اسلامی افغانستان هست، تبدیل شدن لیستای سیاه با سپید هست، در همزمان آتش بس منظورتان عرض میکنیم و ایجاد حکومت و دولت جدید هست. دولت جدید عبوری موقت یا ببینیم
نفی امارات و جمهوریت ما باز نظام بین المللی در دوم برتون عرض میکنیم ما ایران در دوم سر تمام این مسائل باید توافق صورت بگیره برای تمام مسائلی که توافق شده باید جدول زمانی ساخته شود و از همه کرده اولتر عملی نمیشه از همه کرده اولتر باید هزاران زندانی طالب که در زندان هستی باید آزاد شود لیستای سیاه باید به سفید تبدیل شود تا زمینه و فضای اعتماد به وجود بیاره بریم صد باز سر حکومت اگر در جنبندی باز از شما بپرسم آقای عتیق آیا برگ برنده که نزد حکومت از زندانیان و طالبا بالاخره از دست خواهد رفت بسیار کوتاه بفرمایید جنبندی بحث با این برگ برنده را زندانیان طالبا که نزد حکومت است از دست خواهد رفت خوب اول خوب ما یک موضوع را میخوام اشاره کنم چون آقای علی از من نام گرفت مرا اجازه بدین که اینا گفتن که بسیار گپا را برای اراده صلح داشت حکومت افغانستان کرد ما به این باور هستم که او اراده برای صلح نبود یک تعامل بود که صورت گرفت شما ببینین آقای انس حقانی را خط سرخی بسیار خطرناک قرمزی حکومت افغانستان بود حکومت افغانستان وقتی که رهایی دو خارجی در میان میآید تمام قوانین افغانستان را نقض میکنه محاکم افغانستان فیصله هاش زیر پا میکنه و را اعلام میکنه مسئله زندانی ها تا لحظه ای که مسئله اشتراک آقای خلیلزاد آقای میلر در مراسم تحلیف رئیس جمهور نمی بود به هیچ وجه این خط سرخ شکسته نمی شد حتی باز رهای زندانی ها صورت گرفت و حکومت افغانستان در میزان اشتراک اجماعی ملی شما ببینین آرشیف همه دوستا ببینن در پارلمان افغانستان آمد رئیس جمهور اعلان کرد گفت که 7 نفر از اعضای شورای ملی جزی تیم مذاکره کننده می باشه که 1 نفر از آدرس پارلمان نگرفت اگر یک دو وکیل یک وکیل گرفته و را شخصی گرفته از آدرس یعنی خودشان یعنی برخورهای اقتماندانه صورت گرفته خب نخواستن که یک اجماع ملی و تشریک مساعی در پروسه صلح ایجاد شود بسیار خوب آقای امیری آتشبس در کجای آژاندای هیئت مذاکره کننده افغانستان است آتشبس خاص ملت افغانستان و طبیعتا حکومت افغانستان و هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اونجا هست طبیعتاً اونا اینی میخواست مردم افغانستان به عنوان یک اولین اولویت خود گرفتن خط قرمز طبیعتاً بحث اصطلاح خط قرمز او اصطلاح شماست من او چیز نمیکنم اما به هر حال آتش بس خاص مردم افغانستان حکومت و همچنان جامعه جهانی هم همین خواست داره که آتش بس باید به زودی شکل بگیره در حد 30 ثانیه جناب آقای حکومت موقت طرح است که از جانب دوستای مختلف به خاطر بیرون رفت از این بحران عرضه شده مگر این طرح ایجاد حکومت موقت یا استقرار حکومت موقت فعلا از طرف امارت اسلامی افغانستان تا جایی که ما فکر میکنیم تحت حمایت قرار نداره امارت اسلامی افغانستان معتقد به این است که حکومت جدید اسلامی در مذاکرات بین افغانی ساخته شود و آتش بس سپاسگزارم حضور جناب آقای عتیق جناب آقای امیری همچنان آقای اوریا بسیار جد تشکر به این ترتیب مرسیم به پایان برنامه تا فرصت دیگر